در همین حال ده ها تن از عالمان دین در بادغیس نیز طی همایشی از نشست عالمان دین افغانستان در عربستان سعودی حمایت کرده و از طرف های درگیر جنگ در کشور میخواهند تا دست از جنگ بردارند. این عالمان از مخالفین مصالح دولت میخواهند تا با توجه به فتوای آتش بس از سوی عالمان دین جهان در افغانستان دست از برادرکشی بردارند. در همین حال شماری از آگاهان میگویند نشست های حمایتی از صلح باید جنبه عملی بگیرد. رضا امینی گزارش میدهد. صدور فتوای صلح طلبانه عالمان بزرگ دینی جهان در عربستان سعودی روزنه امیدی شده است برای توقف جنگ در افغانستان. این شماره از عالمان دین در بادغیس گرد هم آمدند تا با حمایت از نشست بزرگ عالمان دین در عربستان سعودی از طرفهای درگیر جنگ خواهان توقف برادرکشی در افغانستان شوند. ما در دو طرف خواهان استجابت دعوت تمدید آتش بس هستیم. ما از موقف عالی عربستان سعودی و تلاشای حمایت کننده آن برای برقراری امنیت و صلح در افغانستان تلاش و سی برای ایجاد فضای مذاکره صلح. این عالمان دین با حمایت از صلح تأکید می کنند که جنگ در افغانستان خلاف مغایر دین اسلام است و مخالفین مصالح دولت باید با توجه به فتوای عالمان بزرگ جهان به پروسه صلح یک جا شوند. که علمای دین از اهمیت صلح باخبرند و صلح خیر قرآنی هست. علما تا پای جان با عمق جان به اهمیت صلح می فهمند و از صلح حمایت کامل دارند. در همین حال شماری از استادان دانشگاه در این ولایت برگزاری برنامه‌های حمایتی از صلح را برای تشویق مخالفین به روند صلح تأثیر گذار می‌دانند. این استادان دانشگاه می‌گویند همه مردم افغانستان خواهان صلح‌اند و محافل صلح طلبانه باید جنبه عملی پیدا کند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کل تمام اقشار جامعه بعد از این محافل بیشتر جنبه عملی بسازند و محافل شان یک نتیجه گیری خاصی با خود داشته باشه که ما چی کاری کردیم و یک محافل امروز گرفتیم مثلا 6 ماه بعد باز محافلی برگزار میشه ما در طی 6 ماه چی کارایی کردیم و چی دستاوردهایی داشتیم اگر نتیجه بخش بود خوب تا خوب اگر نبود امروز فقط برای انگیزه دهی و یا انگیزه دادن مردم خیلی خوب بود محافل امروزی. در این اواخر حرکت‌های صلح‌خواهانه شهروندان کشور افزایش یافته است و باشنده‌های ولایات مختلف کشور با اعلام حمایت از صلح و آتش بس از طرف‌های درگیر جنگ خواهان توقف خونریزی در کشور هستند.